با بهترین درودها و شادباش‌های نوروزی خدمت شما بینندگان گرامی. در آستانه نوروز هستیم و همچنان مراسم نوروزی ایرانیان در سراسر جهان برقرار است. کشورهای دیگر همجوار ایران، آنانی که زمانی جزو پرشین امپایر بودند، هنوز در حال مراسم نوروزی می باشند. تاجیک‌ها، افغان‌ها، ترک‌ها، آذری‌ها، آذربایجان و کشورهای دیگر اطراف ما نمانند افغانستان و دیگران نیز همچنان نوروز را گرامی می دارند. در برنامه امروز به شهرهای مختلف جهان خواهیم رفت و با یارانمان در مورد نوروز و تبریکات نوروزی به شما هموطنان به گفتگو خواهیم نشست. در هفته ای که گذشت در روز یک شنبه در لس آنجلس مراسم دید و بازدید نوروزی در وست‌وود، محله ای که به محله ایرانیان معروف است، برگزار شد و در این منطقه ایرانیان به گرد هم آمدند و نوروز را با یکدیگر جشن گرفتند. اعضای حزب مشروطه ایران از بامدادان به زدن پرچم‌های سه‌رنگ در این منطقه مشغول بودند و بعد از شامگاه و پایان این پرچم‌ها را از بر روی پلاکارد‌ها و تیرهای خیابان وست‌وود و محله ایرانیان جمع کردند. حزب مشروطه ایران در کنار دیگر ایرانیان دست به این اقدام زد و شرکت کتاب در این مسئله بسیار بسیار کوشا بود. به گزارشی از بخش رادیو تلویزیون حزب مشروطه ایران توجه بفرمایید. من و تو هم خونی بچه ایرونی، که ما خونه ماست، عاشقش میمونی. وطن خاطر ها، وطن نظر و دعا، خاک دل دادگی و داغ دل بستگی و یاد مردونگی و همه نوکی گری و خون دل ها خودی سر آش کشی و آمازان هر جا که باشی خاک تو خاک منه. اگه دل تو سینه داری واسه ایران میزنه. آمازان هر جا که باشی خاک تو خاک منه. اگه دل تو سینه داری واسه ایران میزنه. مثل مادرم اگه دنیا مال من باشه بی تو من در بدرم. مهد شکوفای من، بستر نارای من، تو دل تو چون گرفته عشق اهورای من. من وطن هر جا که باشی خاک تو خاک منه. I'm a soldier.
جاوا شد، دل ما باز خاطر خوا شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد، سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد، همین عطر و همین. سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانیای عزیز، هر کجای دنیا که هستین، امیدوارم که سال بسیار خوبی در انتظار همه شما باشه. عیدتون مبارک. در کنار برادر عزیزم هستم. خواهش میکنم. منم به نوبه خودم تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خوبی، خوشی، سربلندی و سرفرازی مردم ایران و همه کسانی که نوروز جشن میگیرن باشه. افتخار دارم رمزی دارم سال نو رو تبریک میگم بهتون. ایشالله که سال خوبی برای همتون باشه، به امید آزادی و پیروزی برای مملکت عزیزم. همین نسیم شبوها منو دوباره عاشق کرد، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، سال نو مبارک، هپی نوروز.
با درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک دل لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه هموطنانمان در سراسر جهان. تبریکی داریم برای همه شما که در ایام نوروز، نوروز را جشن میگیرید و آخوندها و ملایان عقب مانده و پوسیده را اینچنین زجر میدهید. نوروز جشنی است که نشانه ملیتی یک تاریخ است، نشانه ملیتی است که سالیان دراز در طول این تاریخ، از زمانی که اولین نشانه هایی از تاریخ پیدا می شود، در سرزمین آریا بوده است و هست. عید همگی فرخنده باد. به اروپا می رویم و با یارانمان به گفتگو می نشینیم. آیه دکتر نادر زاهدی، در اروپا عید شما مبارک و سال روز نوع شما خجسته باد. درود بر شما جناب آقای فراوانی. درود بر شما. بر دوستان عزیزمون در تلویزیون، من هم سال نو رو به تمام ایرانیان چه در خارج و چه در داخل کشور تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از سلامتی برای هموطنان باشه. خیلی خوشحال هستم که امروز برای یک سفر حزبی در بلژیک و هلند اومدم. بله. و این دوستان هم امروز مخصوصا خانم خلفزاده و آقای شاسانی اینجا هستن که بعد اونا هم صحبت خواهند کرد. در حقیقت امسال یک سالی سرنوشت ساز برای ایران میتونه سرنوشت ساز باشه به دلیل این انتخاباتی که خواهد شد و به طرف سرنگونی رژیم خواهد رفت. در هر صورت در خارج از ایران بسیاری شروع به حمایت از ملت کردن، گروه های دست به کار شدن که داریم به سوی رهایی ایران رفته و با حفظ مرزها و تمامیت ارضی، ایدانگی ملی، حامی ملت ایران و حزب مشروطه ایران باشن. من برای دوستان روز و سالهای خوشی رو آرزو میکنم. همینجا اگر سوالی از نیست گوش میدم مثل خانم خلفزاده. بسیار بسیار ممنون میشم. سال نو به شما، خانواده و همه یارانمان در اروپا میمون و مبارک باد. سپاس از شما. متشکرم. جناب فرهانی درود بر شما. درود بر شما خانم خلفزاده، سال نو بر شما مبارک و امیدوارم که سال نو سالی خوب و خوش و سلامتی و سربلندی و کشورمون باشه. همچنین سال خوبی رو در پیش داشته باشیم. اجازه بدید من به زبان عربی برای بسیار خوشحال میشم دنیای عزیز این سال رو تبریک بگم. خوشحال میشم. اخوان و اخواتی ایرانین، خوزستانین، ایرانین، عرب، كل سنه وانتم طيبين واتمنى لكم صحه والسلامه والحريه كامله. خوزستان ایران و كلكم طيبين ان شاء الله يا رب. از شما خواهش میکنم به تبریک آقای ساسانی به زبان آذری اجازه بدید میتونم صحبت. بسیار خوشحال میشم با آقای ساسانی هم صحبت کنم. قربان شما. درود بر شما. درود بر شما جناب ساسانی، سال نو بر شما مبارک و بر همه هموطنانمان در آذربایجان و سرزمین زرتشت. سال نو برای شما تبریک میگم. از شما اجازه میخوام که خواهش میکنم قربان بفرمایید. تبریک به زبان آذربایجان من بگم. سیز به یوسیز آذربایجانلار تمام آذر دانشانلار سیزه بایرامو تبریک دیرم. امیدوارم که گرن ایکی بایرامو بیر یرده تتاق مملکتمزین آزادتوین و بایرامومز با هم تتاق گلن انشالله بایرامومز دوز بایرام olacaq. آزادتوخ ایرانن آزادتوی و بیزن عزیز بایرامومز نوروز بایرامومز بیر یرده تتاق. Onu hatırlayacağım dedim ki bir iller memleketimiz azap olacak.
آی ساسانی سیزی دوی بایرام دا مبارک باد. سلام دستست. سلامت الله. قربون شما متشکرم. قربون. درود بر شما، سال نو شما مبارک و با امید بهترین ها برای شما. جناب بهمن زاهدی از آلمان. با درود به شما و ایرانیان ارجمندی که به تماشای برنامه شما نشستن، نوروز رو به همه ایرانیان تبریک گفته و سالی پر از موفقیت برای تک تک هموطنان آرزومندم. امیدوارم که در سال پیش رو بتوانیم به خواست همگانیمون برسیم و در ایرانی آباد و آزاد به رفاه و آسایش برسیم، در کنار همدیگه زندگی بکنیم و با هم آینده کشورمون را بسازیم. سال پیش رو سال همبستگی و ایرانی شدن هستش. امیدوارم که هویت ملی ما از زندان مطلق گرایان آزاد شود و خداوند ایرانیان عقل و خرد به سوداگران اسلام هدیه کند تا آنها هم از زندان درونی خودشون آزاد بشن و بتوانند به جهان به گونه دیگری نگاه بکنند و درک کنند که با آزار و اذیت نمیتوانند بر ملت ما حکومت کنند. درود بر شما، با تشکر از شما و به امید اون که سال جدید سال خوب، پیروزی و شادی برای شما، خانواده و هموطنانمون در آلمان باشه. با تشکر از شما. به خط بعدی اگر اتاق فرمان بگه بر آقای علاسفند از لندن. درود بر شما، سال نو شما مبارک و با امید اون که سال خوبی داشته باشین. آره، درود بر شما. درود بر شما، سال نو شما مبارک. ارادتمند آقای ورانی، سال نوتون مبارک باشه. منم به نوبه خودم از طرف حزب مشروطه ایران شاخه انگلستان سال نو رو، نوروز باستانی رو به همه همیهنان درونمرز و همه پدران و مادران و همه جوانان آینده ساز و همه وطن پرستان عزیزی که سال نو رو در کنار آرامگاه کوروش بزرگ گذروندن، و همه هموطنان برونمرز سالم مثل سالهای سر دور از خونه در غربت بودن شاد باش میگم. همچنین پیام ویژه‌ای دارم برای زندانیان سیاسی و امنیتی، اونایی که در ایران بودن و باز هم سال نو رو کنار خانواده‌شون نبودن و در زندان گذروندن. میخواستم من از این فرصت استفاده کنم امروز با یکی از دوستانی که از دراویش گوهابادی بود، تازه از زندان به قید وثیقه آزاد شده بود، صحبت میکردم. پیام ویژه برای اونا دارم، سال نو بهشون تبریک میگم و اینا ظاهرا 27 اردیبهشت یک دادگاهی دارن که براشون سرنوشت سازه. از ما هم خواستن که در واقع صداشون رو به گوش بقیه ایرانی ها برسونیم، براشون کمپینی بتونیم راه اندازی کنیم که ازشون حمایت بشه. شاید این یک کمکی در راستای این کاری که دارن و در راستای این دادگاهی که هستن باشه. به هر حال امیدوارم که سال جدید آغاز یک تحول بزرگ در راه رهایی از دیکتاتوری فاشیست اسلامی و رسیدن به آزادی همه، آزادی که همه ما در آرزوش هستیم باشه. منم به همه دوستان عزیزم که در همه در جای جای ایران هستن تبریک میگم بهشون. امیدوارم که سالی خیلی خیلی خوب داشته باشن و به زودی به ایران آزاد بشه و همه ما بتونیم به کشورمون برگردیم. پاینده باشید. نوروز شما هم پیروز. آقای اسفند از لندن. به با هموطن دیگری در لندن صحبت کنیم. آقای فرجی در لندن. فرحی آقا. فرحی هستین قربان. آقای فرجی نیومدن هنوز. ببخشید. بفرمایید. در خدمتم. بفرمایید. آقای فرجی سال نو شما مبارک و با امید اینکه سال خوب، خوش و با پیروزی‌های هر چه بیشتر برای شما، خانواده و همه هموطنانمون در لندن باشه. سپاسگزارم و با درود آقای فرهانی، منم ابتدا به اندازه شکوفه های بهاری برای شما و همکارانتان در تلویزیون راینده و همچنین دبیر کل محترم حزب آقای پاشایی و همبندان عزیزم و هواداران حزب تبریک و شاد باش میگم و همچنین فرارسیدن نوروز این میراث با ارزش و نگهدارنده ایرانی ها را به همه هموطنان عزیزم و کلیه اقوام و کشورهایی که این عید ایرانی را جشن میگیرند تبریک میگم. نوروزی شاد و سال آزادی برای وطنم ایران را آرزو دارم. سپاسگزارم.
آقای فرجی از شما بسیار بسیار آقای فرحی، من شما رو یه بند با آقای فرجی اشتباه میکنم، منتظر ایشون هم هستم. آقای فرحی بسیار بسیار از شما متشکرم و به امید اون که سال خوب و خوشی در پیش داشته باشین خواهش میکنم تبریکات منو به همه هموندان حزب و همه ایرانیان در لندن برسانید. با تشکر از شما. سپاسگزارم. درود به شما، سال نو شما مبارک. با درود به شما جناب فرهانی و همچنین تمام بینندگان گرامی. جناب فرهانی، میخواستم سال نو رو خدمت شما و تمام هموطنانمون تبریک بگم و امیدوارم سالی رو پر از موفقیت، آزادی و پیروزی پیش رو داشته باشیم. سال بسیار خوبی رو پیش رو داریم قربان. امیدوارم سالی باشه با موفقیت هرچه بیشتر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، سالی برای آزادی ایران و ایرانی آزاد برای همه ایرانی هم قربان. آقای حسن ساختمانی از بلژیک، از شما بسیار بسیار متشکرم. من هم تبریکات خودم رو به همه هموطنانمون در بلژیک و خصوصا اعضای حزب مشروطه و شاخه شما ابلاغ می‌دارم و با امید آرزو سربلندی و سرافرازی ملت ایران. با تشکر از شما. اگر که اتاق فرمان اجازه بدن به یک موزیک ویدیو نگاه کنیم، بازگردیم و با دیگر هموطنانمون به گفتگو بنشینیم که یاران بسیاری روی خط داریم. تا ششم فروردین در خاک ایران زمین، ستاره‌ای درخشید دوشان زری. کجاست روز فردا و روز راستی؟ شکفت به هم عشق و راستی، یقین بدان کس نما. از فره ایزدی است و بادی و مهر و داد، زخوش اسکت تمام راه بهی مشت داد. اندیشه گفت و کردار نیکی بود تو را یاد، پیام او دل پسند کرده باش و بله بینندگان گرامی، آهنگ راجب آقای زرتشت پیامبر، واقعا آقایی برازنده یک چنین بدو یک در گاتهای بیشتر از 200 بار صحبت در گاتها بیش از 200 بار صحبت از مزدا میکنه یا اهورا مزدا میکنه زرتشت، که اون نشانه خدای یگانه است و ایرانیان اولین نفگروهی بودند یا اولین قومی بودند که یک یگانه پرست بودند، یکتا پرست بودند. این حرف هایی که دیگران میزنن که ما به یکتا پرستی آمدن ما رو کشتن و گردنمون رو زدن، اینها قصه بیش نیست. ایرانیان با داشتن زرتشت یکتا پرست بودن، به اهورامزدا خدای یگانه را قبول داشتن. اساس دین زرتشت بر گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در هات سی گاتهای بند 8 آمده است که کشوری جاودانه به بهشت از آن کسی است که در زندگی خیش با دروغ بجنگد. در دین زرتشت و مذهب زرتشت و آیین زرتشت دروغ بزرگترین جنایت است.
تقیه مقیه وجود ندارد. می رویم به شهرهای مختلف و با هموطنانمان به گفتگو می نشینیم. می رویم به سیاتل و با آقای حسین خرم یار و هموند گرامی به گفتگو می نشینیم. آقای حسین خرم، سال نو بر شما، خانواده و همه یاران در آن قده ایالت متحده امریکا مبارک باد. سلام از بکنم خدمت شما. درود بر شما. بینندگان محترم کانال یک، در ضمن این سال جدید و سعید باستانی رو به کلیه ایرانیان اصلا در سراسر دنیا تبریک میگم و امیدوارم سال پیروزی آزادی برای هممون باشه. درود بر شما، تبریکات منم به همه هموطنانمون و به همه دوستان و یارانمون در سیاتل ابلاغ بفرمایید. سال نو بر شما و خانواده محترم مبارک و پیروز باد. خیلی ممنون، به امید پیروزی و آزادی. درود بر شما. به سوئیس می رویم و با هموند گرامی آقای یاور یزدانپرست به گفتگو می نشیم. آقای یاور یزدانپرست در سوئیس، سال نو بر شما فرخنده باد. درود بر شما جناب فراهانی عزیز و درود بر تمام ایرانیان در سراسر گیتی و من هم نوروز باستانی 2572 ایرانی رو به شما و به تمام ایرانیان در سراسر جهان و به ویژه به تمام ایرانی های جدا شده از وطن، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان جدا شده از میهن، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تمام آنهایی که و تمام کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرند، این روز رو به شما و به تمام اینها شادباش عرض میکنم. 2572 سال پیش جناب فراهانی کوروش بزرگ تاجگذاری کرد و این تاجگذاری مبدع این سال ایرانی شد و آغاز و سرآغاز این تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار گرفت، این جشن نوروز. آقای یزدانپرست، من به سال نو رو به شما تبریک میگم و به خاطر دارم که در صحبتی که در اوایل نوروز با یکدیگر داشتیم راجع به مسئله پناهندگان ایرانی در سوئیس به گفتگو و اصولا کشورهای اروپایی خصوصا سوئد به گفتگو داشتیم. من سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده در این مورد بیشتر صحبت کنیم، ولی من از شما میخوام ظرف دو دقیقه یک گزارش کوتاهی درباره این شرایط به ما بدیم. ببینید، کشورهای اروپایی به خصوص در اول در ابتدای کار سوئد ظاهرا در چند روز گذشته، در هفته گذشته، بسیار پلیس‌های سوئد اصولا مهاجرها و به خصوص ایرانی ها رو در متروها، در جاها، در فضاهای عمومی به کمین نشستند و بسیار ناجوانمردانه و بسیار غیر حقوق بشری اینها رو دستگیر میکنن. کسایی که مدرک اقامتی ندارن فعلا به دلایل مشکلاتی که براشون هست، اینها رو به ضرب باتون و به ضرب کتک و روی زمین کشیدن اینها رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و بعد از اون خیلی مخفیانه بدون اینکه کسی بفهمه به ایران دیپورت میکنن. حتی کسایی رو که استقامت میکنن و در برابر اینها میستن و نمیخوان که به جهنم جمهوری اسلامی برگردن رو به زور آمپول و دارو اینها رو به اصطلاح لمسشون میکنن و به ایران دیپورتشون میکنن. هفته گذشتم چند نفر رو این کارو کرد دولت سوئد و ما امیدواریم که حالا در برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر راجع به این موضوع بپردازیم و بتونیم کاری کنیم که دولت‌های اروپایی دست از این همکاری‌های صمیمانه‌شون با جمهوری اسلامی بردارن. ظاهرا فقط مسئله اتمیشونه. ببینید، اگه این مسئله اتمیشون حل بشه، این مسائل حقوق بشری اصلا ظاهرا نمیخوان که بهش بپردازن و به این مسائل حقوق بشری اصلا توجهی نخواهند داشت و این سرآغاز نقض حقوق بشر در آینده ایران، به ویژه اگه که سر مسئله اتمی با هم دیگه کنار بیان، این میتونه سرآغاز این باشه که دولت ایران هم داخل هر کی رو سرکوب بکنه، آقایون ظاهرا کشورهای دیگه صداشون در نخواهد آمد. این فعلا یه گزارش کوتاهی تا گفتگوی بعدی بتونیم بیشتر راجع به این موضوع باشیم. حتما در مراسم نوروزی هستیم، نمیخوام هموطنان رو چیز کنم، ناراحت کنم، ولی حتما ما به این مسئله پیگیری خواهیم کرد. از همه هموطنانمون میخوایم در کنار ما باشن با هر عقیده سیاسی هستن، چون این مسئله حزب مشروطه یا مسئله حزب کمونیست یا مسئله جبهه ملی نیست. این مسئله دامنگیر همه پناهجویان ایران خواهد شد.
باید دست در دست یکدیگر از حقوق پناهجویان طبق قوانین حقوق بشر و قوانین سازمان ملل دفاع کنیم. آیه یاور یزدان پرست، عید شما مبارک، سال نو بر شما پیروز باد، تا برنامه های آینده. سپاس از شما، تا دو روزی دیگر بدرود. درود بر شما. آقای عزت الله رشمی از سوئد، پناهنده‌ای که در خطر است، اما سال نو شما و عید شما مبارک باد. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فرهانی، سال نو رو به شما و تمامی هموطنان خوبم در سراسر ایران تبریک عرض می‌کنم. آقای رشمی، من نمی‌خوام زیاد راجع به این قضیه صحبت کنم این در این برنامه، ولی می‌دونم که شرایط شما هم شرایط بدیه و دولت سوئد در پی دیپورت کردن شما هست، درسته قربون؟ بله جناب، من سید عزت‌الله رشمی هستم و خدمت شما هستم، یه فعال سیاسی و وبلاگ نویس هستم. فعالیت سیاسی مو در ایران، بیشتر فعالیت سیاسی مو از سال 86 به بعد، البته کار پنهانی سیاسی در ایران داشتم زیرزمینی که از سال 2005-2006 شروع شد با دستگیری برادرم. بعدها به علت فرار کردن برادرم از ایران، ما تحت فشار و بازجویی و شکنجه‌های شدیدی در ایران بودیم، هم خودم، پدرم و یکی از خواهرانم. بله. که در این بازجویی ها و شکنجه ها متاسفانه بچه چند ماهه خواهرم سقط شد، پدرم در اثر بازجویی ها و شکنجه هایی که شد دو بار سکته مغزی ایشون کردم، بعدها همین سکته باعث فوت ایشون شد، خودم خیلی شکنجه شدم در بازجویی هاشون. در هر حال به ممارزمون ادامه دادیم تا به امروز. بنده در تمامی تظاهرات های انتخاباتی سال 88 در بیشتر تظاهرات ها در تهران حضور داشتم، به اضافه این که ما سیدی تظاهرات ها رو شبنامه هامون و شبا بین خونه ها تو تهران پخش می کردیم. در یکی از تظاهرات ها که در 18 تیر بود، من در امیرآباد دستگیر شدم که خب حالا بعدها آزاد شدم. بلافاصله چون پرونده اطلاعاتی داشتم، مجبور بودم که ایران رو ترک بکنم. بله. بعد از ترک ایران من از طریق قاچاقچی به سوئد اومدم و از روزی هم که وارد سوئد شدم به فعالیت‌های سیاسیم ادامه دادم. بله. تا به امروز. دقیقاً. در تظاهرات ها و آکسیون های مختلفی در سوئد، خودم مسئول برگزاری چندین تظاهرات در سوئد بودم، به اضافه اینکه کمپین های مختلفی رو ما در سوئد اجرا کردیم که آخرینش سال گذشته در استکهلم بود که به مدت 30 روز برای نقض آشکار حقوق بشر در ایران، ما در استکهلم یک کمپینی رو بنا کردیم که خب با استقبال خوبی هم مواجه شد و متاسفانه اسلامگراها و سفارت جمهوری اسلامی ایران هم به مراتب دردسرهای زیادی رو برای ما توی اون 30 روز به وجود آوردن. از برنامه‌های دیگه‌ای که ما در سوئد داشتیم، برنامه‌ای بود که دوستان خوبمون در استکهلم گذاشتن به نام سه‌شنبه‌های اعتراضی بوده. بله. که هر هفته سه‌شنبه‌ها جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی، ما برنامه‌های خاصی رو داشتیم که خودم شرکت کردم، سخنرانی کردم و ما 20 یونی رو داشتیم که در 40 کشور دنیا برگزار شده که یکی از مسئول برگزارکنندش در شهری که من زندگی می‌کنم خودم بودم. و در آکسیون های زیادی، 5 نوامبر بوده برای آزادی زندانیان سیاسی، به هر نه من در تمامی فعالیت های سیاسی، چه در ایران بودم، چه در زمانی که تو شکنجه و بازجویی بودم و چه بعد از اینکه فرار کردم از ایران اومدم اینجا، دست از مبارزه بر نداشتم. حتی با اومدنم به سوئد خانوادم به خطر افتادن، خانوادم، همسرم بازداشت شد، بازجویی شد ازش، بچه‌مو تهدید کردن، بچه 4-5 سالم رو تهدید کردن که مجبور شدیم خانواده‌ام هم از ایران خارج بکنیم. چه مشکلات و بدبختی‌هایی که کشیدیم حالا بماند، و اون تلفن‌های تهدیدآمیزی که به خانواده‌ام می‌شد و هنوز هم ادامه داره این تلفن‌ها، اینها همه و همه باعث نشد که ما بتونیم بخوام از مبارزه‌مون دست بکشیم. خیر، تا به امروز بر علیه جمهوری اسلامی ایران مبارزه کردیم به امید این که بتونیم آزادی بیان، آزادی، دموکراسی رو برگردونیم به ایران تا اونجایی که در حد بنده حقیر بوده.
نذاشتیم خون نداها و سهراب ها و ستار بهشتی ها از بین بره. بدونن ما هم که خارج از کشور هستیم، بندم دو تا از اعضای خانوادم رو از دست دادم، ولی خب الان متاسفانه این مشکلات در صورت برای من به وجود اومده. با اینکه من گفتگوهای تلویزیونی زیادی داشتم، فیلم های زیادی بر روی یوتیوب دارم، وبلاگ دارم، وبلاگ هایی دارم که مقاله های خودم نوشته میشه و خیلی پر بیننده هستش، سه تا وبلاگ دارم و پرونده سیاسی خیلی خوبی دارم و عضو دو حزبم هستم و برادرم سالها در زندان اوین بوده. شرایط شما شرایط شما رو دقیقا درک میکنم، میدونم، من دنبال برنامه های شما بودم، خبراشو دارم، ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی احتیاج هست که همه ایرانیان دوشادوش یک دیگه و دست در دست یک دیگه از کسانی مثل شما و همه پناهجویانی که در هر کشور خارجی اروپایی هستن دفاع کنند و نگذارن که اینا به ایران برگردن. شرایط این پناهجویان و برگشتنشون به ایران شرایط زیاد خوبی نیست. یک زندانی به زندانیان دیگر و در شکنجهگاه های اوین اضافه خواهد شد. حتما در برنامه های عادی بیشتر با شما صحبت خواهم کرد راجع به این مسئله و راجع به این که چگونه میتونیم این کار رو بکنیم. آقای یاور یزدان پرست بسیار بسیار در این موضوع و موضع فعالیت در حال فعالیت هستند، با دیگران در حال گفتگو هستیم و حتما سعی خواهیم کرد تا حد امکان و تا اونجایی که میتونیم از طریق پارلمان اروپا و از طریق دولت سوئد جلوی این کار رو بگیریم. درود بر شما، سال نو بر شما مبارک و به امید اون که در برنامه های آتی دیگر بار با یکدیگه به گفتگو بنشینیم. من از سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و تشکر میکنم از بیننده های خوبه. درود به شما و ما در کنار همه پناهجویان ایرانی و همه هموطنانمون که علیه جمهوری اسلامی، جمهوری ظلم و ستم اقدام میکنند خواهیم بود. میرویم و به یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، باز میگردیم و گفتگومون رو با یاران دیگرمون پی خواهیم. بوی گله، بوی گلای اطلسی، مثل شکوفه های سیب، قشنگ و دور از دست رسید. وقتی میای بهار میاد، بوی گل انار میاد، عطری که با نسیم صبح از بوی سبزه‌زار میاد. شراب صد سال تویی، سرخی حالال تویی، اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی. شراب صد سال تویی، سرخی حالال تویی، اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی. بودی که تک خال تویی. حرف بزنی افت سکوت رو بشکنی، مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی. ای آخرین سرود من، نوای چنگ و عود من، هست و قشنگ زندگی، ای همه تار و پود من. شراب صد سال تویی، سرخی حالال تویی، اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی. شراب صد سال تویی، سرخی حالال تویی، اگه قمار زندگی بودی که تک خال تویی. بودی که تک خال تویی. سلام گل به تو ای گل شورم، سلام
من یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه جونم، خوش اومدی به خونم. بخوام بیش از این برای موندن، دل خوش تو آمدم این همه راه سفر، هدیه به تو بوی این شعر معطر، سلام گل به تو ای گل شونم، سلام از گل یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه جونم، خوش اومدی به خونم. با درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، به سوئد می رویم و با یار و هموند گرامی آقای علی عالمزاده، علی پرمخاطره و خاطره ساز و برنامه سازی برای حزب شده، صحبت میکنیم. علی جان درود بر شما، سال نو شما مبارک و به امید آنکه سال خوب خوش و پیروزی در انتظار شما باشه. درود بر شما جناب آقای فرزاد فرانی عزیز و یکایی که عزیزانی که اونجا میشنیدم در ذاتی که روی خط تلفن بودم سخت در تلاش هستید. همچنین اجازه میخوام فرصت رو مغتنم بشمارم به همه هموندان عزیز ارجمندم در سراسر گستره این جهان پهناور، خصوصا در ایران، یک درود و شاد باشه نوروزی رو بگم. امید رو دارم که همواره در کمال صحت و سلامت باشید و همچنان مصمم در راهی که در پیش گرفتید و یکایی که میهنان عزیز ارجمندمون فارسی زبانانی که در افسانه‌نگات این جهان پهناور نوروز رو به عنوان فصل زایش دوباره طبیعت سرآغاز و سرلوحه کار خودشون قرار دادند و البته سال نو خودشون رو هم از همون بابت شروع میکنند و امیدوارم که همه با الهام گرفتن از این بهار و طبیعت بتونیم که یک زندگی جدیدی رو در سال جدید رقم بزنیم و به حرکت رو به رشد و پیشرفت خودمون، خصوصا در راه مبارزه و آزادی ایران عزیز، یک روح تازه و دوباره ببخشید. در خدمت شما و این چند ثانیه ای که چند دقیقه ای که فرصت داریم اجازه بده آقای عالمزاده من یک معرفی کوچک دبادگرباره ای از شما داشته باشم و اون اینه که آقای عالمزاده، آقای علی عالمزاده از هموندان حزب مشروطه زمانی که از ایران گریخت و در ترکیه بود به دلیل تظاهراتی که برای هموطنان کردمون و اقداماتی که جهت سرنوشت کردهای ایرانی در شهر وان انجام میداد و گزارش‌های تلویزیونی که در این مورد به ما میداد مورد خشم دولت ترکیه قرار گرفت که با استقبال دولت ایران مواجه شد. آقای علی عالمزاده و دیگر دوستان ما رو که 4 نفر بودند به سوی مرز ایران بردند که تحویل بدن، طی اقداماتی که شد به مرز مجبور شدند به ایران تحویل ندن، در عراق در کوهستان‌های کردستان عراق رها کردند و بالاخره با سرنوشت بسیار بسیار پیچیده و مبهمی که در اون روزها داشت توانست که خودش رو به یه تلفنی برسونه، خبر بده که کجاست و بعد اقداماتی شروع شد و امروز در سوئد در حال زندگی هست این پناهجوی عزیز و همچنان به فعالیت‌های سیاسی خودش جهت مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه میده. آقای عالمزاده کتاب شما به کجا رسید؟ کتابی که در حال نوشتنش هستید و از خاطرات اون خیابون‌ها و از اون کوهستان‌هایی که با پاهای دمپایی پوشیده در کوهستان‌های برف رهاتون کرده بودند می داشتید می رفتید؟ عرض کنم که آقای فرانی عزیز مسئله این است که حالا من که اسم کتاب رو نمیدم، نوشتار ساده بیش نیست، اما با این ذهنیت که خودش می تواند بخشی از کار مبارزه باشد و اینکه ما وظیفه داشتیم که بعضی از نکات رو مطرح بکنیم برای اینکه
نه مایی که الان در سوئد یا امریکا یا جاهای مختلف هستیم، بلکه بسیاری از اون کسانی که همچنان با اون مسائل و مشکلات دست به گریبان هستند، کما اینکه می‌بینید برای نمونه در خود عراق ما آقای قمری طرفی و خانواده‌اش رو داریم و بسیاری ما نه. همین الان آقای عالمزاده قبل از شما با هموطن دیگری در سوئد صحبت می‌کردیم که می‌خوان به ریپورتش کنن، یک بانوی ایرانی یک دختر جوان رو هفته گذشته دیپورت کردن در سوئد، لااقل چه می‌گذره؟ بله میبینید که به هر حال تمام این مسائل و مشکلات هست و خب من فکر کردم اون یک بخشی از مبارزه هست و باید به هر حال از هر ابزاری که وجود داره استفاده بکنیم برای بیان درد ملت خودمون در افسانات این جهان پهناور. و خب نوشتار هم کما اینکه شخص از ایتالیا هم باز به هر حال در جریان هستید، ضمن اینکه سهم بسزایی در یک پوست اندازی روانی و معرفتی برای خود من همیشه داشتید با حضور مؤثر از راه دور و دوستی و رفاقتی که حقیقتا در بسیاری نقاط در حق من تمام کردید. و مسئله این استش که در مرحله پایانی هست، حالا ما یک ادیت پایانی رو داریم انجام میدیم، اون نابلدی ها و خامی های قلم بنده رو دوستانی که به هر حال چرب دست و چیره دست هستن در مقوله نوشتن دارن سعی میکنن که مقدار بنده کمک بکنن تا بشود یک نوشتار حداقل قابل ارائه تری رو تقدیم کرد، بلکه بتواند بازتابی باشد از اون چه که این حکومت و این تفکر و اون انقلاب کذایی بر سر نسل بعد از انقلاب آورد، که یک گوشه ایست، قطره ایست، شاید اون چه که من عرض میکنم از اقیانوس فجایعی که به بار آمد. و خب من فکر کردم علارغم کوچکی و اندکی بلها این یک وظیفه است و حداقل من این وظیفه کم و کوچک رو به قول معروف انجام بدم که تا ببینیم بعد چه خواهد شد، از کجا دوباره باید آغاز کنیم. آقای عالمزاده، وقتی که یه تیکایش رو که من دیدم و داشتم میخوندم و وقتی که در اون کامانکار یا مکامیون یا هرچی که هست ماشینی که به سوی مرز سورو میرفتید و این چهار نفری که یک نفر از دوستانمون احتمالاً آقای آجرلو در شرایط بد ناراحتی قلبی قرار گرفته بود و شما اون گونه که با قلم شیواتون نوشته بودید که چگونه صدای قلب‌های همدیگر رو میشنیدید، من خودم احساس میکردم خودم دارم با شما صدای قلب خودم رو میشنوم که چگونه چهار انسان رو در حال بردن به سلاخونه هستند و اونهایی که این شما رو داشتن میبردن در پی تقسیم غنایم. واقعا امیدوارم که این کتابتون زودتر بیرون بیاد. من نمیدونم، من شاید به دلیل حساسیتی که دارم این گونه فکر میکنم، ولی فکر میکنم میتونه یکی از موضوعهای فیلم بلای هالیوود باشه و میتونه یکی از برندگان جایزه اسکار باشه. اون چی که به سر شما اومد تقریبا شاید در نوع خودش جزو نادرین ترین شرایطی بود که برای پناهجویان پیش میامد. ما به هر حال میکوشیم آقای فراهانی، شما همیشه بودید من رو میشناسید و خب به هر حال هموندان دستین شده ما حقیقتاً در حزب مشروطه ایران همواره در حال تلاش و کوشش هستند. ضمن اینکه من در یک پرانتز کوچک این رو باز کنم، حالا شاید بحث یه خورده شخصی است و میدونم که بسیاری میخوان بیان روی خط برنامه به من کوتاه میکنن، اما یک جان کلامی هست در یک پرانتز کوچک باید بیان بشود و حداقل برای من علی عالمزاده که اون کار رو نوشتم و اون مطلب رو نوشتم بر اساس اون تجارب یک نقش معنوی بسیار بسیار پررنگی رو فرزاد فرانی که الان اونجا در استودیوی برنامه راه آینده از مشروطه ایران نشسته دارد، از این جهت که هر اون جایی که حقیقتا من خودم دیگه نمیتونستم به لحاظ روانی احیا کنم خودم رو و ادامه بدم این بازی رو، این مبارزه رو، ضمن که مسئولیت چندین و چند نفر رو هم از سمپاتای خودم به هر حال به عهده داشتم، بدون معطلی می‌دیدم که این تلفن من زنگ می‌خوره و به هر حال یک نام آشنا، یک صدای آشنا، فرزاد فرانی، و حقیقتاً مثل یک همسنگر و یک مبارز همیشه در کنار من بودی و من امیدوار هستم که همین هیجان رو، همین علاقه رو، ضمن اینکه دیگران درک می‌کنن، از گلوگاه اون رسانه باز هم منتقل میکنید به سایر هم میهنانمون، برای اینکه تأثیرش حداقل خود من دیدم. درود میفرستم به شما دوباره و بهار رو
شاد باش میگم همه چیزش رو، ضمن اینکه من میبینم که در سال گذشته حزب خلأ آقای همایون رو، اگرچه که ما نتونستیم جایگزین بکنیم و برطرف بکنیم و تکرار ناشدنی سایه در گذشته آقای همایون و خلأی که برای ما ایجاد کرد، ولی حزب میبینم که خودش رو وفق داده و آروم آروم ما داریم برمیگردیم به اون سمتی که به شرایط آرمانی خودمون نزدیک بشیم. جا داره که از تلاش آقای دبیرکل، از همه دوستان، اعضا شورای مرکزی و هموندان سپاسگزاری بکنم و به قول فرمایش همیشگی شما که در پایان این برنامه و به هر برنامه من از شما به خاطر دارم، حقیقتا در راهی که در پیش گرفته ایم پیروزی از آن ماست. من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، برای اینکه میدونم انبوه دوستان مترصد روی خط آمدن هستن و اینکه کلامی رو با هم میهنان و هم منانشون سخن بگن. اگر فرمایشی شما دارید سراپا منم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم، به امید اینکه همیشه سالم، سربلند و پیروز باشی. علی عالمزاده یکی از مبارزینیه که با مبارزه خودش نه تنها خودش، یاران دیگر ما رو کمک کرد و تونست با یک درایتی این وضعیتی مشکل و طاقت فرسا و غیر قابل توجیهی رو که در کتابش حتما خواهد گفت رو به وجود آورده بود رو کنترل کنه. از شما متشکرم. سال نو به شما، خانواده شما و همه یارانمان در سوئد پیروز و مبارک و خجسته باد. با سپاس فراوان و بدرود با شما. درود. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. با عذرخواهی از همه یارانمون که روی خط هستند، من از اینجا به همه شما تبریک میگم. سال نو بر همه شما مبارک. همه هموندان حزب به شما تبریک میگن و امیدواریم که امروز که روز 13 به در لس آنجلس هست، هموطنانمون به پارک بلبوا برن، از غرفه حزب مشروطه در پارک بلبوا بازدید کنن، به همراه آقای آرش، به همراه آقای رضا و همراه آقای افشین و دیگر بچه‌های اتاق فنی و همه یارانمان که ما رو در این برنامه به نوروزی یاری دادند. به شما را به خدای یکتا، به خدای عشق، به خدای ایران، به خدایی که نوروز را آفرید می سپارم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست. همه جا فضا رو پر کرد، باز شادی شده از خمه هر کوچه روونه. صد سال به هست تمام سالهای زمونه، این بهار براتون باشه شاد و عاشقونه، این بهار براتون باشه شاد و عاشقونه. صد سال به هزین سالها، صد روز به هزین روزها، هر روز به هستی روز. نوروز شما پیروز، نوروز شما پیروز. پر باشه دوباره عطر سنبول توی خونه، شبیه